سلام بینندگان عزیز، امشب برنامه بحث اسلام راستین ما در مورد اصول اولیه اسلام شناسی است که مسلمانان جهان قبول دارن. یکی قرآنه، یکی هم حدیث و پیغمبر که بهش سنت هم میگن. این سنت و قرآن اساس اولیه معلومات اسلامی ماست. با این مشکلاتی که ما الان فعلا داریم با این گروه مدعی داعش که برای اسلام صحبت میکنن، وهابی ها، گروه های چپ و راست اسلامی میتونیم بگیم و گروه های تندرو، کندرو، اهل حدیث، این مسئله رو باید روشن بکنیم که گاهی میبینید قرآن رو دست میگیرن میگن پیغمبر رو فراموش کنید، اونم یک انسانی مثل ما بود و بر همین اساس اینا میخوان تعلیمات پیغمبر از ما بگیرن، در حالی که همه مسلمان ها قبول دارن دو بنیان اساسی اسلام قرآن است و سنت پیغمبر. به یک حسابی حتی خود قرآن یکی از سنت‌های پیغمبره، یعنی ما قرآن رو به خاطر این قبول داریم که از لب مبارک، از گلوی پیغمبر اسلام آمد بیرون، وگرنه هر عربی بخواد یک کتاب عربی بیاره که ما قبول نمی‌کنیم که. پس خود قرآن هم سنت پیغمبره، در حالی که این وهابیا به عکس آمدن به اسم اینکه پیغمبر مرد و حتی ابوبکر بعد پیغمبر یه ماه بعد 500 تا حدیث پیغمبر رو سوزون به عنوان اینکه قرآن رو حفظ کنیم، در حالی که متوجه نیستم که خود قرآن هم یکی از سنت های پیغمبره. و من چند لحظه پیش یه سخنرانی دیگه داشتم، اونجا گفتم دکتر محمد اقبال، خدا رحمتش کنه، اقبال یک فیلسوف بزرگ و بانی فکر جمهوری اسلامی پاکستان 80 سال پیش، ایشون یه شعر جالبی داره فارسی که فکر کنم تمام لب کلماتش اینه، میگه که به مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست، اگر به اون نرسیدی تمام بوله حبیست. میفرماید که اگر شما پیغمبر اکرم را نداشته باشی یا هر چی دیگه هم از اسلام داشته باشی، قرآن بالا بکنی مثل خوارج یا مثل معاویه در جنگ صفین، تظاهر، ریش بلند، لباس های اینم چنانی، اگر پیغمبر اکرم در زندگی شما الگو نیست، تمام کار شما از جمله نماز و حج و روزتون این بولهبیزمه، این اسلام نیست. و جمله جالبیه. متاسفانه یه ادعا آمدن به اسم این که ما میخوایم بگیم فقط قرآن، فقط الله، آمدن پیغمبر اکرم رو دارن کم کم از بین ما بر میدارن به عنوان که پیغمبر مرده. خب بله، منم میگم پیغمبر به دور جسمانی مرده، در حالی که همه مسلمانان جهان بدون استثناء هر روز 5 بار در نمازهاشون، یعنی در نمازهای 5 گانه در تشهد میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای پیغمبر. خب اگه پیغمبر مرده به حسابی که شما میگین، یعنی دیگه روحش هم زنده نیست، پس این گفتن سلام به چیزی که مرده اصلا بی‌معناست. متاسفانه خیلی اصلا فکر نمی‌کنن به اسم این که فقط قرآن، فقط الله، محمد یک کسی بود، یک انسانی بود. این همون شعاری است که شیطان میداد وقتی خداوند فرمود به تمام ملائکه در مقابل آدم سجده کنید. من به شما دارم میگم، شیطان گفت نه، من فقط تو رو سجده میکنم. این وهابیای زمان ما، تندروای به اصطلاح اسلامی مثل داعش، اینا آمدن به همین اسم این که فقط قرآن، فقط الله، دارن خود به خود پیغمبر اکرم رو از بین مسلمانان میگیرن، از مسلمان میگیرن. و اگر پیغمبر رفت، خود قرآن هم زیر سواله. چرا؟ چون قرآن از زبان حضرت محمد صلی الله علیه و آله به مسلمان ها ابلاغ شد. انشاءالله همین سخنرانی رو دنبالاش میگیریم. لطفاً شیر کنید با دوستانتون برای اینکه همه مسلمان ها بیدار بشن و از خطر وهابیت و تندروی و داعش و بوکو حرام و سلفی انشاءالله نجات پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.